بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عزیزترین گوهری که خدا به بشر داده این زندگی است که مثل برق می گذرد، هر آنی از آنات که می گذرد حسرتیست که اون حسرت نهایت نداره. عمر را در دو چیز صرف کنید، این عصاره حکمته. یکی حرف زدن با خدا، دوم حرف خدا شنیدن. عمر در این دو کلمه صرف بشه، یا با خدا حرف بزن یا خدا با تو حرف بزن. اما حرف زدن ما با خدا نماز، که این گوهر شناخته نشد. الصلاة معراج المؤمن و منهاجه بالصلاة يبلغ العبد الى درجة القصوى. اگر نماز رو بفهمیم چه کرده؟ تمام ملائکه چهار قسمته، یک قسمت همه در حال قیام، یک قسمت همه در حال قعود، یک قسمت همه در حال رکوع، یک قسمت همه در حال سجود. هر چهار قسم در این دو رکعت نماز، اون قیامش تشبه به ملائکه قائمین، اون قعودش تشبه به ملائکه قائدین، اون رکوعش تمثل از ملائکه راکعین، اون سجودش نص قرآن اینه، منتها چون آیه سجده واجب داره ما اون آیه رو نمیخوانیم.
خدا به شخص اول عالم خطاب می کند سجده کن به ما نزدیک بشو. الله اکبری که میگی خرق میکند حجب را. سوره حمدی که میخوانی ام الکتاب. بعد سوره توحید نسبت الرب. ثلث تورات و قرآن و انجیل و زبور. بعد رکوع نهایت سجده منتهای قرب. این حرف زدن با خدا. دوم حرف خدا را شنیدن. او چیه؟ قرآن بخوان. اگر نماز بخوانی تو با خدا حرف زدی، اگر قرآن بخوانی خدا با تو حرف زده.